قسمت 79. بشنو و باور نکن. آقا خوبه یه نگاه تو آینه به خودت بندازی، از شکمت مثل که خبر نداری. قیافه رو راست میگه عیال، آخه این چیه؟ ببینم چند کیلو هم مثله. پنجا کیلو، چه خوب، من چه رو فرمم. به به نوکرم، نوکر آقایان، نوکرم، بفرمایی. هیکل رو بدید، برو تو هیکل. شاکر آقایان، مخلصی، قربان های بگی، نوکری که، مچکرم. لطفاً برای بینندگان ما توضیح بدی که چطور تونستین به این اندام مناسب برسین؟ من همیشه گفتم خواسته توانستن است. من فقط فعل خواسته رو صرف کردم و به هیکلی ردیف و مناسب رسیدم. به همین سادگی و هیکل. آقا فرهنگ، اون ترازو خرابه ها، 3 کیلو کمشون میده. آخه این چه هیکلیه که من دارم خود؟ گشتم شده، چی بخورم؟ من با تو چکار کنم آخه؟ خودت بگو. وای، هفته دیگر رو بگو با چه روی با این شکم قلمبه برم عروسی؟ آبرون میره تو فک و فامیل. از امروز دیگه لب به غذا نمیزنم، باید رژیم بگیرم. سلام بر سلطنم فرهای. شمایید آقای کنگرزاده؟ سلام. چرا نشستی روی زمین سرد بیچای یا پاش و داداست؟ اگر ناخوشی؟ ای بابا، آقای کنگرزاده، شما خودت لاغر و ترکیه هستی، خبر از دل غمگین و پر از درد ما نداری که بابا. مگه دلت چشه ها؟ چش نیست، همش چربیه. نگار شما باشی رود میشه با این متکا این ور اون ور بری؟ خب دروغ سرا نه. چی میشد اگه دستگاهی بود که یه شبه آدم و خوشندام و لاغر میکرد؟ من نمیدونم این مخترعا و دانشمندا دارن چه کار میکنن. چرا یه کاری برای این معضل بزرگی شکم مردم نمیکنن آخه؟ آروم باش، هر مشکلی یه راه حلی داره. ولی این یکی نداره. داره جانم، خیلی هم راحته، فقط باید سر کیسه رو یکم شل کنی. بیا تا برات بگم. یکم آرومتر خونه که گذاشتی رو سر تو ماست. به دفترم به چه روزی افتاده؟ بچه چرا مواظبش نبودی؟ تقصیر پریاس، گفت دفترم رو بکنم تو باغچه. پریا؟ بله من گفتم، به خاطر اینکه میخواست مشقاشو من براش بنویسم. منم علاکی بهش گفتم اگه دفترشو تو باغچه بکاره جاش درخت دفتر مشق ثبت میشه که همه مشقای دنیا توش نوشته شده. دعواش نمی کنی؟ آخه مادر، تو چرا حرف پریا رو باور کردی؟ مگه دفتر مشق گلوگیایی که سبز بشه؟ منو گول بزنی، الان نشونت میدم. سلام به همسر مهربان هنرمنده. سلام آقا، خسته نباشی. چیه؟ کپکت خروس میخونه امروز؟ خروس چه خانم، بگو بول بول. نکنه تو قرعه کشی بانک برنده شدی ها؟ نه خانم، کدام قرعه کشی؟ این برای دل عزیزمه. من باورم نمیشه، یعنی برام کادو خریدی؟ نه بابا، منظورم از دل عزیزم این شکم بود. همه چی حل شد خانم، این قرصای لاغری تا آخر هفته این قلمبه رو آب میکنه میفرسته به کارش. میخوام خوشتیپ بشوم. حالا اینو از کجا آوردی؟ آقای کنگرزاده از دوستش که تو کار داروه برام گرفته، کلی پول براش دادم. دوستش دکتره؟ نه، ولی اینجور که تعریف میکرد خیلی حالیشه، میگفت این قرص معجزه میکنه. به وقت ضرر نداشته باشه. نه بابا، خیالت راحت، وقت خداحافظی قلم به بی خاصیت. ولی خودمونی ما، شکمت همچین بی خاصیت هم نیست، به جای کیسه هوای ماشین میشه ازش استفاده کرد. از امروز از کیسه هوا خبری نیست، کمربانداتونو ببندی. برو بالا روز عروسی.
آره خلاصه این دور که برای تهیه کردم همون دور که برای تهیه کردم. از خانمت شنیدم که میخوای وزنتو کم کنی، اصلا باورم نمیشه. پس حسابی افتادی به ورزش کردن؟ نه بابا، نکنه رژیم گرفتی؟ حرفا میزنی آقا رضا، مگه من میتوانم غذا نخورم؟ پس چی کار کردی؟ خواسته رو صرف کردم، همین. من تو سردر نمیرم ولی حس میکنم همچین بگینگی رنگت پریده، زیر چشاتم گل افتاده. ای آقا دامادم اومد. آخ جون شباش، آقا واقعا تبریک میگم ولی گوشاتون یکم دراز شده. شما هنوزم شوخی آقا پرها، واقعا خوشتیم شدی، درست شدی مثل جوانی های من. به هر حال آقا فرهنگ، به نظر من بهترین روش برای لاغری ورزش کردنه. ببینم چقدر پول جمع کردم. ببینم بوریا، تو میخوای با پولات چیکار کنی؟ خب سیدی کارتون میخورم، نه برای دوچرخه بوخ میخورم، نه نمیذارم ایش بانک شاید به قول مامانم جایزه ببرم. میتونی با پولتون یه چیز بهتر بخری؟ داری چیکار میکنی با جناق؟ با این بس که دیگه نمیتونی شام بخوری. بدون جادویی غیر ممکنه. غیر ممکنه وجود نداره، من خودم یکی از اون مداده رو دارم، برای همین چیز زحمتی برای نوشتن مشقم نمی کشم. مداد جادویم خودش همه مشقه رو می نویسه. چی جالب، من یکی از اون مداده رو می خواب. باشه من یکیشو برات می خرم. خلاته بدم. نه پوریا، داره گولت می زنه، همچین مدادی وجود نداره. اگه راست میگه بگو کجا بفروشن، خودمون بریم بخریم. نمیشه، باید خودم واسهتون بخرم. داری الکی میگی، تو میخوای پولامون از زمون بگیری. باشه بابا، اصلا باره پولتو بذار تو بانک، ولی زحمت نوشتن مشقات به خودت. ما رفتی رفت سب کن. خیش رفت پایین، چرا نشستی با جناب؟ بخور مفته. ممنونم، واقعیتش خیلی دلم میخواد بخورم ولی میترسم چاق بشم. نه ترس بابا، چارش یه دونه از این قرص هست. دونه حالا یه شیرینی هم پشتش میندازم بالا. چی شد؟ چرا اینجوری شدی؟ حالت خوبه آقا فرهاد؟ آره چطور بگو؟ ساکت باش دارا، تو کار بزرگتر از خودت دخالت نکن. آفرین تو بسر آقلی هستی، پولتو بده با من. فرهاد سلام آقا مالم، شما اینجا این... سلام جانم، ببینم مشقاتو نوشتی اومدی عروسی؟ بله آقا، همه شونو نوشتی. امیدوارم، چون میدونی که اگه این دفعه ننویسی از مدرسه اخراج میشه. چی؟ مگه نگفتی مداد جادویی باش با تو بینویزه؟ مداد جادویی؟ بده ببینم. انقدر از اون قرصا خوردی تا به این روز افتادی؟ به قرص ربطی داره؟ شیرینیاشون فاسد بوده حتما. خدا رو شکر که به خیر گذشت. چه خیری؟ دارم از دل درد میمیرم. همش تقصیر خودته، مگه ندیدی دکتر بهت چی گفت؟ اون قرصایی که تو میخوردی اشتها آور بوده آقا. من ساده رو بگو، حرف اون کنگرزاده نادر رو باور کردم و کلی پول بهش دادم. حالا دوباره مثل روز اولم شده. ببین آقا فرهنگ، هرچی آدم میبینه و میشنوه الزاماً درست نیست. خب آدم از کجا بفهمه چی درسته چی غلطه؟ معلومه، باید دنبال دلیل و مدرک باشی. آخه چه جوری؟ یعنی شما میفرمایید مثلا وقتی من تو تاکسی یه چیز رو از زبون پشت سری میشنوم، همونجا بپرم پای موتور بگیرم برگردم خانه، برم سر کتابخانه بگردم ببینم یارو درست گفته یا نه؟ حرفایی میزنی گوه؟ ولی بابا ما که تو خونه کتاب خونه نه. چه بشالا تو وسط دعوا نرخ تعیین میکنه. لازم نیست بری سراغ کتابخونه.
خیلی از چیزا توی مغز خودته، گاهی هم میتونی به حافظه و تجربت رجوع بکنی. یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم با استفاده از اصول منطقی شنیده‌هاشو بررسی میکنه ببینه درسته یا نه. در ضمن اینکه حرف از زبون چه کسی میشنوی و چقدر به اون آدم اعتماد داری خیلی مهمه. البته آدم به بلوغ ذهنی هم باید رسیده باشه. کاش یه قرصی چیزی بود میخوردم سریعتر به بلوغ ذهنی میرسیدم. این دفعه بری پیش دکتر کنگرزاده، حتما یه قرصی بهت میده، همین یه ذره هوش و حواسی هم که داری از دست بدی به کل. شاید این دفعه رشد موهات زیاد بشه. چه بامزه، هم فرخوشی میشینه. دیگه نمیخوام خوشتیم باشه.